با سلام و درودی دوباره حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC، نوروزتان پیروز. در خدمت یکی از خوانندگان بسیار خوش صدای آذری زبان کشورمون هستیم، آقای یوسف سابانان. پایرامز مبارک، سال نو مبارک. سال نو مبارک. سال نو هم بله. سال نو شما مبارک. بهارز یاخندان جلن بهار بایرامز قطلو اولسون. همه رو تبریک میگم از دور نزدیک، هم دوستایی که ما رو خیلی وقت ندیدم، ما که دوستایی که ندیدیم و کسایی که ما رو نمیشناسن و یا ما نمیشناسیم، همین یه وسیله است. از جوای زرمش و شیوا خانم تشکر میکنیم، فرصت رو میدن که ما صدامونو به دوستانمون، دوستدارانمون، هموطنانمون، همزبانانمون برسونیم، به ترکی، فارسی، بقیهش هم که پیشکش. همه یا سلام دیرم ازاختان، باغرما باسرم، جلنجون نرز خوش اولسون و همیشه بله بایرام و خوش احوال روحیه ده اولاسیز، موسیقیلی، نغمالی، تویدا، بایرامدا اولاسیز. بسیار زیبا، خیلی زیبا گفتن آقای زرمش. چی گفتن؟ موسیقیلی باغلا. گفتن که ایشون نه آغوشم میفشارم اتون یه چیزی باغرما باسیرم. باغرما باسیرم 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 میشه مال ترکیه، درسته؟ استانبولی. فقط آخرش فرق داره، فقط آخرش خشمندش فرق میکنه. باسیرم باسیرم نزدیک به ترکیه، درسته؟ همون زبونه دیگه. یه خود لحچه داره، مثل مثلا مشهدی و با فارسی یا لحچه های مختلف. بله، مثل مثلا شما ازبکی رو بگیرید، قزاق رو بگیرید، تاجیکستان. نه تاجیکستان که به فارسی نزدیکه، بله. همینا رو بگیرید، همون زبون ترکمن، ترک مال ترکیه است. بله، ریشه یکیه. از شاهسوان و بیات و فلان همشون چیز، همشون ترکن. قشقایی همشون ترکای خراسان ترکن. همون ایران ترک، همون زبون دیگه. بله. نصف ایران ترک، نصف دیگه شون نمیدونن که ترکن. چیز امید جالب میگفت صحبت میکردیم قبل از برنامه، چی میگفت؟ یه چیز بود، یه داستان است، این چیز یعنی مستنده دیگه، درست خیلی چیزها درست میکنن به واقعیت شبیهه، ولی یه سری چیزها اتفاق افتاده. مصطفی پایانو که شما و من میشناسیم، سنمون میرسه. بعد میگن یه دفعه تو تلویزیون، تو رادیوی خراسان مصاحبه میکردن، این خبرنگاره هی به این فارسی سوال میده، بعد این جواباش همش به ترکی میگه. بیای مصطفی، من میدونم که شما به هر دو زبان مسلطید، ولی نمیدونم متوجهید که شما، من دارم فارسی میپرسم، شما ترکی جواب میدید. میگه شما نگران نباشید، همه میفهمم من چی میگم. حالا واقعیت به واقعیت، یعنی اینقدر، یعنی این چیز، این ترکیب هست و اینقدر این حضور هست که به قول معروف اونایی که تو تهران هستن اکثرشون آره ترک تهرانن، اونایی که اردبیلی رفتن اونجا میگن ما سه نسل اومدیم، دو ممکنه نسلاشون فراموش کرده بودن، ولی صحبت که بکنیم بلک شکست بسته مثل من ترکی حرف میزنن. بله، انشالله با خوبی و امید صحبت میکردین قبل از برنامه، بودن توی مهمونی گفتن، شما گفتین نه من میدونم اکثرا ترکن، بعد گفت نه نیستن، گفتن هر کی ترکی بلند شدید 90% بلند شده. بعد گفتن حالا ببینیم کی پدر مادرش یکیش ترکی، دیدن اون 10% بقیه بلند شده. همون جریان حالا به هر حال زنده باشید. صدای گلستان بانو اومده بود با شما یه کنسرتی داشتین. بله بله، خانم گلستان علیوا که خواننده اپرای باکو هستن، مدت 30 سال الان رو صحنه هستن، دیشب ما برنامه کنسرت داشتیم، جاتون خالی، حالا اگر چیز ویدیوش حاضر شد حتما خدمت شما رو میگیم. منتظر بودیم، فقط به عنوان مهمان سورپرایز گفته بودیم، اعلام کرده بودیم. بله بله، بعد دیشب ما بعد آره دیر برگشتیم، خسته بودن، گفتن که امروز جلو دوربین نمیتونم برم. ما سعی می‌کنیم یکی از آهنگاش انتخاب کنیم و حتما. بله بله، یوسف جان از خودت بگو الان چه فعالیتی داری، غیر از اینکه الان ایام نوروزه و شما هم درگیر این برنامه‌های مختلفی هستین که اینور اونور دعوت میشین، و ولی به طور کلی واسه امسال موزیکی چیزی در دست داری؟ بله بله، آلبومی؟ اتفاقا بله، امسال ما یه برنامه میتونم بگم که
منحصر به فردی که در نظر داریم اینه که ما یه نمایشنامه از عزیر حاجوبیف هست که او الماسن با اولسون، یعنی اگه اون نباشه این بشه که بیشتر زیر اسم مشهدی باد مشهور است. بله اینو تو ایران هم خیلی چیز خیلی مشهوره و حتی اونایی که نمیفهمن ترکی رو نمیفهمن اونا هم لذت میبرن چون اینقدر چیزه کل موز. بله 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 کمدی موزیکال دیگه. اینو ما در نظر داریم که البته دیشب بخشی از اونو ما اجرا کردیم که منم خودم نقش مشهدی باد دارم. بله بله بعد اینا رو انشالله سلامتی باشه ما برای می امسال، یعنی دو ماه بعد وقتم کمه، اینو اسکیجول کردیم که ببریم رو صحنه. بعد اینجا تو تورنتو دفعه اوله که خارج از مرزهای به زبان آذری موزیکال یا اینکه چیز به زبان ترکی. بله دیگه موزیکال. بله موزیکال. بله هم موسیقیش هست هم چیزه. بعد بیشتر چیزه کمدیه دیگه همه انشالله. آره دیگه. بله بله اینو حالا در دنبال اسپانسر میگردیم که کمک بکنه از نظر موسیقی، از نظر لباس، از نظر افراد. همینجا هم الان میگم اگه کسایی علاقه دارن که از تو این نقشای ما اونجا نقشای مختلف داریم، حالا ترکیش هم میگم نقشای مختلف، کافیه که بزنین اول ماسون با اولسون یا مشهدبات رو یوتیوب و اونجا چین ورسیون های مختلف داره که اونجا میتونن ببینن. یه سری از نقشا رو ما لازم داریم که همشو وارد نکنیم که خرجمون زیاد آره میشه. بله من هست فقط باید آگاه باشن بدونن که یه چیز برنامه‌ای بله در دست تهیه است، در دست اجراست. بله بله بیان و از طریق مجله هم میتونیم بگیم اعلام کنیم. کمک میکنی شما؟ بله، نه مجله اعلام میتونم حساب بکنم رو کمک شما. خب شما شاهد هستید ایشون گل دادن که به ما کمک میکنین ادو بگین. اگر نیرویی که میخواین بگین نیروشو نیروشو نداریم ولی شما زورشو دارین دیگه. آقای شما گل بدین که شما رو شارژ نکنین. نه این ما رو شارژ میکنه ولی شما شارژ نکنین. بله ما بالاخره احتیاج داریم. این هم یه فرصتیه که بالاخره این یه ترینینگی است که کسی که میاد با ما کار بکنه. خب من از 6 سالگی تو رادیو بودم، رادیو تبریز کار کردم با آقای مرحوم علی سلیمی سازنده آهنگساز آیدولب. از سن 14 سالگی هم تو تئاتر بودم. این تجربه سالها تئاتر و صحنه و چطوری حرف بزنید، چطوری نفس بکشید، چطوری خاموش باشید، صدا نکنید، چطوری نگاه بکنید بدون که ببینید یا چطوری ببینید بدون که نگاه بکنید، همه اینا رو ما تدریس میکنیم، یاد میگیرن at no charge، یعنی ما چارجشون نمیکنیم. میسازیشون برای یه مکتبیه، برای یه کنسرواتواریه که اونجا شما بدونه که یعنی پولی بپردازید اینو یاد میگیرید و فرصتی هست که رو صحنه برید و با اونایی که تجربه دارن بیاید کار بکنید. یه مثالی من یادم میاد سال 2007 بود اشتباه نکنم 2007 یا 2007 دوست عزیزمون هنرپیشه مورد علاقه من و که دفعه اول بود که باشون آشنا شدم جناب بهروز وثوقی اینجا بزرگ داشت 70 سالگیشو میگرفتیم. من اونجا هم ایفا کردم هم خوندم. بعد اونجا یه چیز جالب داکیومنتری جالب بود که یکی از این هنرپیشه های جوان تر از من مساج فرستاده بود که بعد خبرنگاره بپرسید که خب یعنی آقای عارف محمدی که اینجا تهیه کرده و ازش میپرسه که شما الان که میدونید تو خط آقای بهروز وثوقی هستن چه آرزویی که مثلا حالا فرض محال بکنی که میگه والا من چی میتونم بگم آخه مردمون بزرگی من چه آرزو میتونم بگم مثلا ای کاش مثلا ما کنارش راه میرفتیم. حالا من نه خودم با اون مقایسه میکنم ولی خب اون فیل بداه جواب دادن اون به عنوان یه آرتیست جالب بود که خب بعضی وقتا همون حضور یه نفر که 30 سال رو صحنه بوده همون حضورش میتونه برای شما انرژی بده و ببینید که آره چه
قدرتش رو از اون همون چیز، از اون پشت اون، از فاصله دو متری هم حس بکنید، اون امواجی که بعد داره. بله، اینه که اینا یه موهبتی، این فرصت ها مونتا. خب جوان ها اون فرصت ها رو همونطوری که ما میگیم پدر و مادرها وقتی ما نداریم میفهمیم چی داشتیم. همین مسئله است که وقتی این بزرگان نیستند اون وقت متوجه میشه ای بابا ما عجب فرصتی داشتیم. من مثلا خودم بعضی وقتا فکر میکنم که ای بابا خب هر روز جوانیم ولی خجالت میکشم که بگم که مثلا من همزمان مثلا معاصر شهریار بودم و توی شهر بودم نرفتم حداقل بغل درش بشینم که این وقتی میاد بیرون حداقل من یه سلامی بکنم، بوشو حس بکنم. یعنی اون فرصت هایی که از دست دادیم، اینی که بهاران میان و میگذران، سالها میگذره، چند تا بهار داریم. الان چند وقت پیش میخوندید. بله، مهمونه که به قول اون کسی که سیگار میکشه، من میبخشیدم، من تنها نقطه مشترکی با ملاها دارم اینی که رو برم رو برم رو منبر پایین نمیام مگه اینکه اون چی تنابو بکشید. آره من رو آدم صحنه هستم دیگه. بعد چیزه چی میگفتم خودم فراموش کردم. اینم 80 سالگی ها یواش یواش میرسه. اون چیزی که شروع کردیم وسطش یه پارانتز. آره وسط سیگار میکشه. آره حدیث مسئله معروف است که میگه خب اینو میکشید تو عمرت کوتاه میشه. میگه خب شما فقط به درازیش فکر میکنی، من به عمقش هم فکر میکنم. این عمق میده. حالا اون مسئله بعدیه برای سیگار، ولی خب همین لحظه هایی که هست و تاریخ ساز از این نظری که تاریخ خود انسانو درست میکنه و میسازه مهمه. و انشاءالله که این فرصتی هم هست که برای کسایی که علاقه دارن تلفن ما رو میتونید بذارید، با خود من تماس بگیرن که مستقیما اینو تو دستم بگیرم. بعد خانم تو مجله شهر اعلام میکنیم 100 درصد ان شاء الله. بله بله، این بالاخره بله ان شاء الله. بله بله، شما موفق باشید. خیلی ممنون. سوال داشتم از حضورتون، همون آشیمالان هستش؟ نه این مشتبات است. آشیمالان یه چیز آره، آشیمالان آشیمالان اونی که یعنی کسیه که آره چیزو میندازه، آره ترباس اینا میذاره پشت میده این ور اون ور که اونم جرانشو میدونید چیه دیگه. بر شما بگی بهتر. بر بر اون میگه که یه روز میگه به چیزه، به خالش میگه که خب من نمیفهمم دنیا چه معنی داره، آخرش چیه، برای چی اومدیم، برای چی رفتیم. میگه یه لحظه صبر کن. میگه خب خاله چیه؟ میگه که تو میخوای ازدواج بکنی. من که چیزی نگفتم. میگه خب اینطور که شروع کردی من فهمیدم. بعد میگه خب من چطوری پیدا بکنم؟ میگه مشکلی نیست، من چادرامو میندازم رو سرم بعد میرم درار میذارم. میگه نه نه اینطوری نمیشه. آخرش راهشو پیدا میکنه، عسکر که دوستشو، میگه چیکار کن؟ این کوله پشت رو بردار، اینو بذار، برو در بزن، دخترها خانوما میان بیرون که بخرن، هر کدومو دوست داشتی بگو من میرم. جریانش اینه که میره پیدا میکنه. بله بله، آشمال بعد میخونه آشمال. الان ویدیوهایی داشتیم خب تو یوتیوب هم میدونم ویدیوهایی داشتی که در باکو تهیه کردی. بله بله، ما از اونها یکی دو تاش انتخاب میکنیم با عزیزت. خواهش میکنم بعد بعد تماشا بکنیم. بعد در حال برات آرزوی بهترین ها رو داریم. سال خوب، سال خوبی داشته باشید. تشکر، سعادت، پربار و پر از سلامتی و خیلی ممنون. بله بله، مرسی از اینکه اومدید. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. ممنون از اینکه اومدی با اینکه خسته بودی. مرسی. تشکر. چوخ سعادت. پیرامامزه.